برای افریقای ساحلی یک شخص حافظ قرآن کریم و عالم شریعت در یکی از مساجد به صفت امام مقرر گردید و مردم محل از او بسیار استقبال کردند. هر خانواده تلاش میکرد که امام مهمان خانی او شود، خصوصا در ماه مبارک رمضان. همان بود که یکی از مقتدیان امام را به افطار دعوت نمود. امام به دعوت آن اجابت نموده به خانه اش رفت و مقتدی از امام به گرمی استقبال نموده و به آخرین درجه مورد عزت و اکرام قرار داد و امام بعد از افطار در حق مقتدی و خانوادهش دعا نموده مرخص شد. زمانی که خانم مقتدی تنظیف خانه را شروع کرد، به یادش آمد که به نزدیک کلکین سالون یک مقدار پول را گذاشته بود و فورا وارد سالون شد و پول را ندید. بنابراین تمام اطراف سالون را جستجو کرد ولی پول را دریافت نکرد. وقتی که شوهرش از تراوی آمد، برایش گزارش داده سوال کرد: آیا پول را از سالون تو گرفتی؟ شوهر جواب داد: نه خیر. بعد از فکر زیاد به این نتیجه رسیدن که بغیر از امام هیچ کسی به خانه ایشان در این وقت نیامده است و همچنان یک دختر شیرخوار دارند که او از گهوارش پایین شده نمیتواند. بنان یگانه متهم امان امام بود. آن شخص بسیار عصبانی شده گفت: چطور امکان دارد که امام چنین کاری را انجام دهد در حالی که او را به خانه خود دعوت کرده است و به احترام ماه مبارک رمضان او را اکرام و عزت نموده و او می بایست پیشوا و الگو باشد نه دوست. با وجود خشم و غضب آن قضیه را پنهان کرد و از حیا نتوانست با امام به خاطر پول مواجه شود و موضوع را مطرح کند، ولیکن در عین زمان از امام دوری می نمود تا مجبور به سلام دادن و سخن گفتن با او نشود. بعد از گذشت یک سال کامل دوباره ماه مبارک رمضان آمد و مردم با همان شور شوق، علاقه و اخلاص امام را به خانه هایشان جهت افطار دعوت کردند. و زمانی که نوبت دعوت امام به خانه این شخص رسید و قضیه سرقت پول به یادش آمد و همراه خانم خود مشوره کرد که آیا امام را دعوت کند یا خیر. از اینکه خانم آن شخص یک زن صالح و نیک بود، شوهرش را تشویق نمود تا امام را دعوت کند و شاید امام از مجبوریت آن پول را گرفته باشد، بنابراین آن را باید مورد عفو و بخشش خود قرار داده. شاید که خداوند متعال ما را ببخشد. بعدن امام را به افطاری دعوت داد و در ختم افطاری به امام خطاب نموده گفت: امام صاحب، شاید متوجه شده باشید که در طول یک سال رفتار من در قبال شما تغییر کرده بود. امام گفت: بله، ولی من پشت کار را نگرفتم زیرا بسیار زیاد مشغول بودم. آن شخص گفت: امام صاحب، از شما یک سوال می کنم، امید است که جواب واضح بدهید. و یک سال قبل در ماه مبارک رمضان خانم من یک مقدار پول را بالای کلکین سالون گذاشته بود و فراموش کرد که آن را بگیرد، ولیکن آن پول بعد از رفتن شما از نظر غایب شد و بسیار جستجو کردم ولی پیدا کرده نتوانستیم. حالا بگویید آیا شما آن را گرفته اید؟ امام گفت: بله، من آن را گرفتم. و صاحب خانه متعجب و حیران شد، ولی امام سخنان خود را ادامه داده گفت: وقتی از سالون بیرون می شدم دیدم کلکین باز است و بادتن هم وزیده، پول را پراگنده و تید کرده است. بنابراین پول ها را جمع نمودم و تحمل کرده نتوانستم که پول ها را زیر فرش و یا بیرون کلکین بفتد و شما آن را پیدا کرده نتوانسته پریشان شوید. بعدن امام سر خود را تکان داده به صدای بلند فریاد زده به گریان شروع کرد و بعدن صاحب خانه را خطاب قرار داده گفت: آیا فکر میکنی من چرا گریه میکنم؟ من به خاطر متهم ساختن تو مرا به دزدی گریه نمیکنم و این اگرچه دردناک است، ولیکن من به خاطر این گریه میکنم که 365 روز گذشت و هیچ یک از شما یک صفحه قرآن کریم را نخواندید و اگر قرآن کریم را یک بار بازدید می کردید البته پول را در آن پیدا می کردید. بعدن صاحب خانه عاجل قرآن کریم را آورد، باز کرد که پول ها مکمل در آن است. تبصره این است که حال برخی مسلمانان که قرآن کریم را یک سال یک بار هم باز نمی کنند ولی خود را مسلمان واقعی می دانند.
پس بیایید عزیزان همیشه نه تنها در ماه مبارک رمضان بلکه همیشه قرآن کریم را باز کنیم، مطالعه کنیم، بدانیم که در قرآن چی گفته شده است و با آن عمل کنیم. و تشکر از تک تک شما خواهران و برادران مسلمانم که چینل اسلامی من را سابسکرایب کردید، حمایت کردید و همیشه هستید. اجرتان با الله. جزاکم الله خیرن.